بسم الله الرحمن الرحیم موضوع بحث ما زیل خطبه دوم امیر و لونی صلوات الله علیه بود که فرمودن اهل بیت با کسی قابل قیاس نیستند مباحثی مطرح شد اونجایی که فرمودن الیهم یفی الغالی مباحثی عرض کردیم یکی از برادران فاضل ما یه نقدی به عرائز ما داشتن که من احساس کردم که یا من بد بیان کردم یا خوب ممکنه بحث جا افتاده باشه فرمایششون رو یکی از عزیزان دیگه زحمت کشید من دادم نوشتن که عبارتشون رو عرض کنم بعد بحث رو ادامه میدیم ما عرض کردیم که امکان خلق برای اهل بیت هست اما تا جایی که روایتی سندی نداشته باشیم نمیتونیم ما چیزی به اهل بیت نسبت بدیم حتی چیزی که پایین تر از حدشون باشه نیاز نیست بالاتر باشه مثال زدیم عرض کردیم مثلا رئیس جمهور وزیر نیست بگیم چون رئیس جمهور پس بالاتر رو داره پایین تر رو داره بهش نسبت بدیم که رئیس جمهور وزیر است گفتیم خیر باید روایت سند دلیل داشته باشیم چیزی به اهل بیت نسبت بدیم مثالی که زدیم در اون که امکان داره کسی خلق کنه این آیه مبارکه بود که از قول حضرت عیسی سلام الله علیه هست که من از این خلاصه با گلی چیزی که هیئت تیر به شکل پرنده اینو مثلا جمعوری میکنم و درش میدمم این به ازن الله پرنده میشود برادرمون اینجا فرمودن که این خلق به معنای جمع کردن حضرت عیسی گلی و شبیه پرنده کرده و فوت کرده خلاصه خداوند او رو تبدیل به پرنده کرده خب واضحه که منظور ما همین بوده دیگه ما که خلق مستقل یا رزق مستقل اصلا قائل نیستیم که کفر مسلمه و اما نمیشه گفت که مثلا فرض کنین حضرت عیسی صلوات الله علیه یه مجسمه به شکل پرنده این انگار آقا تو حمام یه مجسمه به شکل پرنده درست کرده دیگه کاری نبود خب اگه دیگه کاری نبود که اصلا این همه جای تعجب نبود ادعا نبود یا ابر الاکمه وال ابرس درسته که ما اصلا فائلی نداریم همه اینا رو مجازی بیان میکنیم ولی به خودش نسبت داده احی الموتا اینو چیکارش میکنیم بالاخره بله اگر کسی بگه یعنی حضرت آد... ایسا صلوات الله علیه مستقل اصلا ما مستقل رو کرد که نجسه ای خاطر شریف باشه ما مستقلی نداریم حالا تعبیر مرموم علامه رو میخونم که ایشون چجوری فرموده لذا منظور ما این نبود خلق به معنای خلق مستقل بله این اونجا حضرت حق می فرماد فنفخت و فیه من روحی اینجا حضرت ایسا میفرماد که من انفخو من نفخ میکنم. کنم منتا آیا خودت چیزی داری؟ خب واضحه که از خودش چیزی نداره ما تو افعال عادی مونم هم همینطوریه الان من دستمو بردم بالا یا نه؟ خب بحث میکنن اینی که اهل علم بیان میکنن میگن همه عالم احولن ما خیال می کنیم اونایی که دوتا سیاهی چشمشون نزدیک بینیشونه فقط چپ چشمن نه خیر آقا همه این عالم همه دو بینن چرا؟ چون من فعل و به خودم و شما نسبت میدم احتمالا حقیقتا در حالی که فعلی در این عالم به ازن الله و به جز اثر خدا اصلا رخ نمیده در این عالم لذا اگر احول و دوبین آدم نباشه چیزی و به غیر خدا نسبت حقیقی واقعی نمیده خدا هم در قرآن البته بگم و خدا هم در قرآن مجازن به مجاز عقلی به ما به حضرت ابراهیم به دیگران نسبت داده افعال رو به ما گاهی نسبت داده ولی این همه مجاز عقلیه که بحثش مفصله و ورودم نکردیم فعلا توش خیلی هم بحث مهمی لذا اگر برداشت شده از حرف ما که ما گفتیم جلسه بیش برای اهمه امکان خلق هست یعنی خلق مستقل بنده نستجیرو بالله اعلام براید میکنم از این قول این قسمت اول اما اینکه بگیم نه فقط یه مجسمه ای درست کرده یه فوتی کرد نه خیر فعل رو به خودش نسبت داده به اذن الله همونطوری که داریم انا خلق گاهی خدا فعل رو به ملائکه نسبت داده الله یتوفل انفس داریم بعد ملک الموت ما میگیم یتوفى الانفس ملک الموت هم کاری نیست اصلا فعلی در عالم بجز این که حضرت حق اراده کنه کاری ای نیست همون که اونجا تو قبض روح به ملک الموت نسبت میدیم همونقدر میشه خلق در صورتی که دلیل داشته باشیم به امام نسبت بدیم اما نه مستقل اصلا چیزی مستقل ما نداریم در این عالم هیچ چیزی در این عالم به جز راده حضرت حق نیست عرض میکنم محضر مبارکتون بعد فرمودن که اینی که گفتی که ائمه و بزرگان و امامان از روی ادب میفرمودند به ما نسبت ندید نه این خلق مال خداست میگیم بله اون خلق که برای خداست اما حتی فرض کنید حضرت عیسی صلوات الله علیه که قرآن تصریح داره که اخلق و انفخو انفخ و ابره ابر, ابر الاکمه و و ارز کنم خدمت شما که اوهی الموتا آیا میشه به حضرت ایسا گفت محیل موتا بحثمون اینجا بود گفتیم نخیر ممکنه رخ داده باشه همین خلق و احیاء اموات و ابراء اکمه و اینا ولی تعدبا نمی میفرمودن به ما نگید به این معنای مجازی هم به ما نگید خالق نه به معنای حقیقی که کفره نمیفرمودن میفرمودن به این معنای مجازی هم نگید وقتی اهمی میفرمودن طبیعتا از ایسا هم که زیلشون هست همجوری میفرماد به من نگید محی الموتا ما به امیر المومنی نمیگیم یا محیی و یا ممیت گرچه احیا و امات به ازن الله میتونه از امام سر بزنه ولی این اسم متعدبا دوست نداشتن اهل بیت بهشون نسبت بدیم حتی برای این مورد رخ داده وصفش میشه اما این اسم مال خداست عرضمون از این جهت بود که ادب میکردن حالا انشالله که از کنم بعد یه چیز دیگه هم فرمودن که فرمودن آیا در روایات چون ما بحثمون از امکان بود برادر فاضل ما فرمودن که من گشتم ما موردی که خلق کرده باشه امام یا موردی که رزق داده باشه امام پیدا نکردیم البته اینجا باید باز بگیم این خلق و این رزق به چه معناست اگر نه از این کارات نقل شده نسبت به اهل بیت نسبت به رزق مخصوصا چون رزق فقط معناش نون که نیست که مثلا ایجاد توفیق به ازن الله اون رزق دیگه از عبارات هم سخت برداشت کنیم بگیم اینا همش مجازه اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه اینام هم رزق دیگه از اینکه که بگشتیم پیدا نکردیم که چیزی اثبات نمیشه از اون طرفش هم ما عرض کردیم عرض کردیم تا جایی روایتی دلیلی سند معتبری نداریم حق نسبت دادن بحث ما در امکانه اما در وقوع با اینی که ما نیافتیم دلیل نمیشه که نیست البته برای اسناد حتما باید دلیل داشته باشیم که هست بعد دیدم این بحث بحث خوبه که اینجا یه خورده دیگه هم متوقف بشیم ما اینجا دوچار افراد و تفریتیم ادهی پیدا میشن خیلی ها رو تو دائره و قلو اهل قلوب میارن ادهی پیدا میشن حالا دیگه اون, اون نقد برادرمون رو که من سعی کردم یه جوابی بدم که و از اینم که ورود کردن و زحمت کشیدند و توجه کردن خیلی متشکرم عزیزان دیگه هم هم وسط جلسه هم بعد جلسه اگه منت بذارن هدیه کنن عیوب ما رو خیلی دست عرض کنم محضر شما که بعضیا افراد کردن در نسبت قلوف دادن بعضیا تفرید بعضیا قدما رو قبله گرفتن هرچی قدما گفتن فکر کردن درسته بعضیا فکر کردن هرچی متخرین گفتن درست مثلا فرض بفرمایید که من برای اینکه بحث به نهج البلاغه شریف مرتبط باشه بیش از اون جمله خود به دوم نامه 62 رو هم عرض میکنم که یه ملاحظه بفرمایید من نهج البلاغه نیوردم نامه 62 رو پیدا کنین یه جمله رو بخونم که به این بحث ما رد پیدا کنه یه صلوات بفرستین صلی محمد و محمد و ما از اهل به درباره این صفات کمالیشون حرف متناقض زیاد داریم اینجا هست مثلا یه جا خیلی متشکل یه جاهایی از امیر المومنین داریم سلونی قبلا تفقدونی یه جا داریم مثلا فرض بفرمایید که این نامه 62 تو بحثای سقیفه بهش پرداختیم مثلا حضرت میفرند فوالله ما کان یلقافی روعی ولا یخت رو به بالی به خدا سوگن اصلا به ذهنم خطور نمی کرد فکر نمی که ان العرب تز الامر من بعد رسول الله ان اهل بیت که عرب از اهل بیت پیغمبر خلافت بعد از رسول خدا رو قصب کن یا مثلا فمار فما راعنی هیچ چیزی منو متعجب نکرد چی تعجب میکنه که براش غیر منتظره باشه الا و الناس على فلانه این که دیدم مردم هجوم بردن با آبک بیعت کردن چی شد یهو رفتن با آبک بیعت کرد این عبارات که در روایات ما کم نیست نامه 62 جای دیگه این هست یا مثلا میرن پیش امام صادق سلام الله علیه حضرت بیان میکنن که من جاریم و دست من فرار کرده یا رو نمیدونم کجاست کنیزم. یا مثلا شطورم رو گم کردم نمیدونم کجاست یا حسنین علیهم السلام گم شدن ظاهرا نمیدونستن کجا جبرئیل آمد و چنیدید دیگه معروف این روایات رو ببینید از اون طرف روایاتی داریم که نسبت به اهل بیت علم ماکان و ما یکون و ما هو و کائن و ما لم یکون رو نسبت داد آیا این علم گسترده رو فقط قلات نسبت دادن؟ آیا اونایی که قائلا امام فقط اون قسمت اولیاش پس امامه دقیق میگن آیا اونایی که امام فرموده من نمیدونم تقیه است یا اینا که علم گسترده به امام نسبت دادن اینا قلاتن اینجا خیلی جای پربحثیه بعضی ها این وسط برای اینکه به بقیه نسبت قلوب بدن هی میرن سراغ بعضی از کلمات بعضی از گذشتگان ما سلف صالح ما حجت نیست کما اینکه معاصرین حجت نیستن مثلا این عبارت ببینید این کتاب بسیار 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 مهم اوائل المقالات شیخ مفید رحمت الله علیه درباره علم ائمه چند تا عبارت داره ببینید ایشون تو صفحه 67 این چاپ نمیدونم کجا چاپ موسوعه جلد چهارو میشه ایشون در صدد جمع کردن اقوال بوده که ما اینو یه وقتی یه چند جلسه یه ذره گفتگو کردیم راجع جایی میگه که این تیتر, ز... تیتر این تیتر القول فی اسمت الائمه ببخشید خالی است القول فی معرفت الائمه به جمیع وسایر و سایر لغات آیا ائمه ما همه حرفه ها رو بلدن همه زبون ها رو میدونن یا نمیدونن میگه که انه لیس یمتن <applause> ازالک منهم امکان داره ممتنه نیست محال نیست بدونن ولا واجب من جهت العقل و القياس. <applause> از اون طرف هم واجب نیست واجب نیست یعنی چه یعنی اگر بگیم امام همه حرفه ها رو مثلا امام نجاری بلد نیست پس امام نیست میگه نه امامت امام با عدم آشنایی با نجاری مختل نمیشه اینی که امام همه حرفه ها رو بلد باشه عرض کنم خدمت انور شما که محال نیست ممکنه بعد میگه که قد جاءت اخبار امن من يجب تصدیقه ان امت به ائمه آل محمد صلی الله علیه و و میگه روایاتی داریم که در اون روایات گفته شده قد و یعلمون از که اینا همه حرفه ها رو بلدن همه زبون ها رو متوجه میشه اما میدونید این زبون ها رو متوجه نمیشه این امام اگر یه آدم بیاد زبون هوسا باشه نیجریایی باشه برای امام باید مترجم گرفت یا نه توجه کن. میگه روایاتی داریم که میگه ائمه میدونن بعد میگه که فعن ثبته وجب القطع به اگر این ثابت بشه روایات خب بهش قطع پیدا میکنه بعد میگه ولیه بهی منها نظر ولی من در این که این اخبار قطع آور باشه اینجا محل بحثمه درست شو این نشون میده که شیخ مفید میگه از جهت اخبار برای من اثبات نشده که امام همه حرفه ها را میداند همه زبون ها را بلده این شبیه هم حرفی است که ما زدیم عرض کردیم مثلا آیا امکان داره امام خلق به ازن الله کنه بله آیا روایتی داریم که بهش قطع پیدا کنیم که امام خلق به ازن الله کرده واقع شده ممکنه مثلا یکی بگه آقا من در این روایت اشکال دارم این سن روایت سند خوبی نداره این به معنای انکارش چی آقا؟ نیست اما آیا اصلا شیخ مفید حجت برا ما؟ بله یه چیزی هست اونم اینه که وقتی قدما یا شیعه اجماع به یه مسئله داشته باشن خب این آدمو خیلی محتاط میکنه بخوایم چیزی به اهل بیت نسبت بدیم ولی وقتی ما میدونیم در دوره شیخ مفید همه هم فکر شیخ مفید نبودن در این اموری که انکارش یا اثباتش باعث خروج از تشیع یا ورود به تشیع نمیشه مسائل جزئی محسوب میشه یعنی در اینکه امام معصومه یا نه مثلا اسمت از گناه داره خب کمتر اختلاف هست شیه گرچه هست فرق داره با اینکه مثلا بگیم آیا امام مثلا ممکنه ترک اولا داشته باشه یا نداشته باشه اما ممکنه صحف داشته باشه یه مورد یا نه این خیلی جزئی تر از اون کلی است دلیلی داره ما قول شیخ مفید رو بپذیریم نه خیلی ما جای بحث مفصل کردیم که اعتقادات هم تقلیدیه و این فرمایشات برای مقلدین شیخ مفید حجت الله. برای بقیه حجت نیست و این یه مقالطه است که یه جایی بگیم آقا ائمه اینها رو نمیدانستن آدرس شیخ مفید نه خیلی بله نظر شیخ مفید اینطوری تازه نظر شیخ مفید بعد اینجوری که عرض کردم تبیین کرد شیخ مفید نمیفرماد همه زبان ها را نمیدانستند امکانش میگه هست همین این شبیه خلقی که ما عرض کردیم روایاتی که میگن همه زبان ها را میدانستم می که من به این روایت مش اشکال دارم مثل چی؟ مثل این که بگیم آقا حدیث کسا هست میگه حدیث کسا هست یه نفر پیدا میشه میگه اون حدیث کسایی که آخر مفاتیه من به سند اون اشکال دارم فرض کنید که اینجوری این به معنای که من حدیث کسا رو قبول ندارم نیست من به این سند اشکال دارم ایشون میگه امکانش هست من به این سندی ای که اینو نسبت میده اشکال دارم این به معنای انکار نیست از اون طرفم امام حرفه رو ندونه از نظر شیخ مفید میگه این مبتل امامتش نیست یا این عبارت رو ببینید آیا ائمه ما زمائر بعض همه عباد رو میدونن اطلاق قول به علم غیب میشه بهشون کرد منظور شیخ مفید از اطلاق قول به علم غیب همون علم غیبیست که خدا داره با اون احاته هیچ کس تقریبا به این قائل نیست توی جزئیاتی هم شیخ مفید با دیگران اختلاف داره ولی اینی که بگیم مستقل کسی علم غیب میداند به جز خدا به جز اظهار الهی به جز الهام الهی تقریبا آدم های معتدون بهش همچین حرفی نزدن بعد شیخ اینجور میفرماد یه این الام من آل محمد صلی الله علیه و علیه و سلم یعرفون فما بعض العباد زم... زمیر درون باطن بعضی از بندگان رو میدونن ولی این از که به واجب فی صفاته ولی این جزء صفات واجبشون نیست یعنی چه؟ یعنی اگر بگی امام زمائر عبادو نمیداند پس امام نیست میگه نه این مبتل امامت نیست این کتابم در درگیری با معتزله نوشته شده یعنی رو مرز داره حرف میزنه نه روی اوج کمال ولا شرط فی امامته این جز شروط امامت امام هم نیست انما اکرمهم الله تعالی به خداوند متعال این رو اکرام کرده بهشون و خدا بهشون اعلام کرده وگرنه این عقلا واجب نیست که بگی عقل میگه واجب است امام زمایر عباد و بدون بعد ارز کنم محضر مبارک شما که یه عبارت هم داره ای من پیدا کنم بخونم اینو بذارم کنار یه سلوات بفرستی درس من. تعجید خلاصه یه جایی حالا من هنوز پیدا نمی کنم میگه آقا اجماع امامیه است برای اینکه مثلا مهمه لحظه مرگشون امام رو ب... القول فی رؤیت المحتضرین رسول الله و امیر المؤمنین اندل الوفات آیا همه رسول الله و امیر المؤمنین اند الوفات میبینن شیخی که تو بحثای سندی آدم سخکیل تو مباحث اعتقادی بر همین شهادت بعضی از این میگه برای من ثابت نشده میگه هاذا باب قد اجمع علیه اهل الامامه این خیلی حرفه یعنی همه توائف امامت و هر آدمی که یه طلبه ای که یه جایی حرفش قابل اعتنا باشه چون اینجا شیخ میخواد اقوال رو جمع کنه هاذا بابون قد اجمع علیه اهل الامامه اینجا اهل امامت اجماع دارن و تواتر الخبر بهی ان الصادقین ان الائمه راویان سقاد از امامان به تواتر نقل کردن و جا ان امیر المؤمنین که انشالله لحظه مرگ همه امیر المؤمنون میبینن خب این مواردی مثل این میگه اجماعی یعنی عالمی پیدا نشده با دیگران اختلاف کنه ولی موارد قبلی نه اختلافیه حتی تو معنای اسمت ما در جزئیات اختلاف زیادی داریم حالا چه کار باید کرد؟ آیا اقوال گذشتگان حجت در این موضوع؟ کلا اقوال گذشتگان رو باید کنار گذاشت اونی که به ذهن ما میرسه اینه که در این مسئله چند تا نکته رو باید توجه جدی بهش کرد ما روایاتی داریم که فراوان توش عرضه اعمال به اهل بیت بیان شده عرضه اعمال همین کتاب کافی اگر کسی نگاه کنه من یه چند تا تیز براتون بخونم مثلا عرضه اعمال بندگان بر پیامبر و امامان فراوان در این زمینه روایت داریم آیا ممکنه شیعه پیدا بشه منکر این معنا بشه بله آقا در هیچ مسئله ای تقریبا یا بگو در 99 درصد مباحث اختلاف بین علما موجوده اما اینی که مشهور امامیه به این عرض معتقدن این باعث میشه که امام طبیعتا باید اعمال بندگان رو بشناسه اعمال بندگان بشناسه یعنی اعمال فقط شیعیانشو نه مگه امام یا نبی فقط امام چارت شیعه است تقریبا کسی همچین حرفی نزده خب اگر اعمال بندگان به او عرضه میشه اون آیه رو چه کار کنیم که در قرآن میفرماد که به پیغمبر لا تعلمهم هم نعلمهم نعلم هم ها این آیه رو گرفتن توجه به معارضاش نکردن بقیه رو متهم به قلوف کردن میگه آیه ای داریم در قرآن کریم که خدا پیغمبر اکرم میفرماد که و ممن حولكم من 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 الاعراب منافقون دوربر شما از اعراب بادی نشین منافق هستن و من اهل المدینت مردو علی نفاق صد و یک آقا صد و است و من اهل المدینت مردو علی النفاق از اهل مدینم یه عده داریم که منافق ماردن خبرن معتاد به نفاقن نفاق در اونا ریشه دوانده بعد خدا پیغمبر می لا تعلمهم نحنو نعلمهم تو نمیدونی ما میدونیم خب این رو گرفتن میگن این سریحه پیغمبر نمیشناسه خدا میشناسه پس در نتیجه پیغمبر زمائر بعض العباد رو نمیدونه دیگه که این میدونست که چجوری منافق رو نمیشناسه منافق ظاهرش مسلمانیه گفتن پس آقا معلومه که قلوف کردن و با اینو چماخ کردن تو سر دیگران ما حالا نمیخوایم اسم اینو قلوف یا تفرید. افراط و تفرید بذاریم این اختلاف در فهم این آیه است و از مصیبت هایی است که مال دوره غیبت امام زمان که اماد یقین نداریم که بریم از او بپرسیم منظور این آیه چیست اگر منظور این آیه این باشه که رسول خدا منافقان را نمیشناسد یعنی این هفته یه هفته از کار گذشته باشه اعمال اینا به پیغمبر عرضه نشده یا شده پیغمبر شاهد بر اعمال اینا هست یا نیست خدا میفرماد جاهد الکفار و المنافقین با کفار و منافقین بستیز خب با کسی که نمیشناسه بگه خدای نمیشناسم چه جوری بستیزم یه جای دیگه داریم لا توتی اوهم آره داریم لا توتی المنافقین داریم لا توت المنافقین کوتی آقا آیه رو بخونی؟ آیه آیه که یا ای النبی اتق الله ولا تطع الکافرین و المنافقین خب از کفار و منافقین این هم از مزایای های خدا به ما هم روزی کن لا تطع الكفار و المنافقین خب از کفار و منافقین اطاعت نکن اینجا پیغمبر دوی آقا کفار تا نکن معلومه این ابو لحب و اینا منافقین و مثلا منافق میاد مشورت میده حرف میزنه پیغمبرم گوش بده مثلا یا رسول الله آب بخوریم یا رسول الله بیا بریم اینجا سنگر بزنیم خب میتونه پیغمبر بگه من آقا من چه میدونم اینا کیان خدایا یعنی این آیه را بخوای به این معنای علل اطلاق معنی کنی امیرالمومنین فرمود سلونی قبلا تفقدونی کجا قید زده حالا قید به سلونی قبلا دونی تخصصا داریم یعنی چه یعنی مثلا فرض کنید بگه آقا از حقیقت الله اونجور که خودش خبر داره خب اونجا حضرت امیر میتونه بفرماید آقا اینجا تخصصا خارج اما بگه یا امیر المومنین اسماء منافقین کیا بود من نمیدونم چه ادعای سلونی قبلا دفت یا امیر المومنین زمیر ایشون ایشون به من چه میدونم. یا امیر المومنین زبون حوسا بلدی سلام علیکم من نمیدونم یا امیر المومنین گوه در نجاری میدونی من نمیدونم این چه سلونی این که استهجان داره تخصیص اکثر شد دقت میفرمایید تازه اینا که علمی نیست خزنتن لعلمه اهم خازنان علم الهی هن. حقیقت قرآن هن. چطور میشه این امور ساده رو ندونن اینا با هم معارض میشه ما اونایی که با ما مخالفت کنن مثلا بگن این آیه رو علل اطلاق به معنای که رسول الله منافقان را نمیشناخت ما به اونها نسبت تفرید نمیدیم ولی فهممون با اون متفاوته اونها هم حق ندارن به ما نسبت افراد بدن چون در فهم آیه چه کنیم الان اختلاف شد ادله فراوانی هم داریم اینجا چه کار آیا یعنی من میخوام بگم ائمه ما همه چیز را بالفعل میدانستن بنده همچنین ادعایی نکرد الان عرض میکنم یعنی چه آیا ائمه علمشون کامل بود بنده این رو هم عرض نکردم علم ائمه در حال رشد بود دائما اصلا انسان بیاد در دار دنیا و رشد نکنه این نقص به حضرت حق تلقی میشه یعنی استعداد رشد داره ولی دیگه نمیشه میگه تموم شد دیگه علم تموم شد از این خبرها نیست منتها اون علمی که لحظه به لحظه هفته به هفته روایت مختلفه نقر میشه اضافه میشه به علم اهل بیت آیا این در حد اینه که مثلا این ماه داره امام صادق روسی یاد میگیره ما بعدم ایشالله ایشالله تمرین داره میکنه چینی هم برای ماه آذر نه آقا اینا که علم نیست امام باید با خودش سنجید امام تو مرحله خودش داره رشد میکنه نه اینی که این چیزهایی که بشر میدونن امام نمیدونه چه خزنه علمیه که زبون حوسا و چینی و نمیدونم سواهیلی و سانسکریت و اینا رو بلد نی آدم داریم اینجا سی تا زبون بلده علم غیب و اینام نه، ند... الهام الهی هم نداره بله ما هم مثل شیخ مفید میگیم اگر بگن امام سانسکریت بلد نیست، این مبتل امامت نیست که از امامت خارج بشه اما با اون همه ادله ای که داریم اینا که چیزی نیست منتها یه چیزی در اهل بیت داریم که این روایاتش فراوانه که اذا شاء ان یعلمو علمو یا اذا شاء ان یعلمو علمو میشه این آیه رو اینجوری معنا کرد که لا تعلمهم هم ای پیغمبر تو اونها رو خودت نمیدونی ما میدونیم حالا خدا میتونه به اعلام الهی به پیغمبرش بیان کنه یا نه؟ میتونه بیان کنه یعنی تو خودت علم مستقل نداری یعنی پیغمبر با علم ظاهری خودش با اسباب بشری نمیتونه اینا رو بشناسه حالا هر چقدر هم که نبوغ داره رسول خدا این بعد اعلام الهی باشه یه وقتی شما یه مسئله ای رو خودت حل میکنی یه مسئله ریاضی رو یه وقتی میگن تو این رو نمیتونی حل کنی ما میتونیم خب ولی میتونم که راهش رو یاد بدم درست شو آیا امکان داره که اینجا میخواد خداوند علمش رو از پیغمبرش نفی کنه به بفرماد که این ذاتی منه خب ولی خدا عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسوله عالم الغیب خداست فقط به هیچ کس هم علمش رو آشکار نمیکنه جز اون رسولان برگزیده که خودش بخواد حالا وقتی اگر به یکی خودش خواست میتونه بده بلکه که میتونه بده ما نسبت میدیم علم غیب به امام جواب ما از هفته های پیش مشخصه ما چی رو نسبت میدیم چیزی رو که دلیل داریم در روایات آمده امکانش رو نفی نمی کنی. کلی خزنه علم خدا هستن و, و اینا رو هم داریم معلومه خیلی علم دارن اما اینکه توی مورد خاصی بخوایم حتم داشته باشیم اونجا میگیم باید دلیل داشته باشیم یا قطعا جز اطلاق و عموم باشه یا دلیل داشته باشیم اما اینکه خیال کنیم که مثلا ائمه تو سطح ما و مثلا یه هفته فرانسه یاد میگیرن هفته بعد دارن روسی یاد میگیرن اینا که علمی نیست اصلا تو سطح ائمه اینا که علم نیست با این چماقی هم که قدما نفهمیدن اگر ما مقید به این باشیم چیزی به جز مستند به ائمه نسبت ندیم این اون خطریه که ممکنه ما یه وقتی توجه نکنیم بریم باز خودمون ببافیم و چیزهایی به اهل نسبت بدیم اینجا باید اون جمع باشه که روایت معتبر داریم یا نداریم چون این اموری نیست که عقل ما تشخیص بده من و شما بشینیم دورم هم ایکی سانوار طلاق 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 فکر کنیم کن امام علم غیب مطلقه داره یا نه این بعد دل... دل... دلیل داشته باشیم امام به فلان موضوع علم داره یا نه اینو باید دلیل داشته باشیم عقل خالی تشخیص نمیده هر چی بشینیم فکر کنیم عقل راهش به این جزئیات نمیرس تو امورش تو هیتش نیست اصلا اما اینی که بگیم غیر از این موضوع یعنی ما چیزی به ائمه نسبت ندیم الا اینکه خودشون فرموده باشن یا به صورت مطلق و عموم و کلی یا به صورت خاص اما غیر از این بگیم قدما آقا مگه میشه ما فهممون مثل قدما بشه آقا فهم از قدما بیشتر شده خب ما رو تجربه اینا نشستیم شما کتاب تذکره شهید شیخ مفید تو اصول نگاه کنید خیلی از طلبه های ما از شیخ مفید اصول بیشتر بلدن نه اینی که از مفید سلام الله علیه افضلن خب بابا هزار سال رشد کرده این علم پس این که بگیم قدما گفتن خب قدما گفتن که نمید بوت بشه برا ما بله اونجایی که سند نداریم بله اونجایی که سند داریم معلومه که ما رشد فهممون بیش از اوناست نمونهش این آیاتی که تفسیر کردن شما تفاسیر قرن 7 8 اینا رو مقایسه کنید با تفاسیر اولیه ببینید چقدر رشد داره بالاخره بحث کردن با هم رشد کرده علم بوت نباید بشه که شیخ مفید مثلا اینجا حالا نظر خودش رو داره میگه داره جنبندی میکنه دیگه شیخ مفید گفته و چیزی که شما میگید بیرون از نظر شیخ مفید ما این شیخ مفید امام 15 ام ماست نه شیخ مفید امام 15 ام نه معاصرین اگر جای استدلال کرد میپذیریم استدلال شیخ خوب بود و اینا نمیپذیری لذا این که یه عده‌ای پیدا شدن سلفی معاب در شیعه که میگردم که نه قدما اینو نگفتن خب قدما نگفتن که نگفتن اینی که معاصره میگه مستندش میکنه به دلیل یا نه نمونه یه نمونه بگم ببینید مرحوم شیخ صدوق لعنت کرده مفوزه رو که اینا در ازان شهادت سالسه او برده خب یعنی اشهدان نالیان ولی الله اضافه کرده آقا کسی که نمیتونه میگه شیخ صدوق ولایت مدار نیست من یه مثال بزنم اخیرا یه جایی نشسته بودیم داشتیم بحث میکردیم در یه شهری من اسم از یکی از مراجع معاصر رو بردم آقایشون انحراف عقیده داره گفتم یا للعجب حضرت آیت الله العظما استادون الاعظم شما پس معلم انحرافات مراجع هم هستید اینم تازگی بهش رسیدین رو خب برای چی ایشون منحرفه گفت برای اینکه ایشون شهادت سالسه نمیگه من گفتم شما تو تشهد نمازت مگه شهادت سالسه میگی گفت بله من میگم گفتم باری کلا باریک اون وقت اینو از فقیهتونم اجازه دارید گفت نیازی ندیدم استفتا کنم گفتم احسن حالا گفتم باشه بین دیدم آقا اینو معمولا میگفتیم تا دفعه پیش کار تموم بود یعنی اینکه آقا ما در شهادت به ولایت تعمیر المومنی که معتقدیم آیا همه جا حق داریم اینو بگیم این تابع دینه وگرنه کسی لزوما منکر ولایت امیر المومنی نیست من همیشه میگفتم شما تو شهادتینتون میگی تو تشهد نماز میگی دیگه من گفت نه چون بله میگم خب الحمدلله بیچاره فقه ها اگه میدونستان 60 دو سال کار میشه شیکمشو نگاه کنن فتوا بدن انقدر عمرشون خلاصه 60 سال ماشون رو سفید نکنه ما میگیم ما, می ما کردیم شد اینجوری من گفتم خب یه مثال دیگه میزنم آیا شما بعد از همد و قبل از شروع سوره توحید میگه اشهد ان علی ولی الله گفت نه. نه دیگه اینجا نمیگم ولی میشه گفت <applause> نه اینو من شوخی میکنم خب آقا الان اینایی که رفقایی که تو این جلسه نشستیم بعد از ولذالین قبل از بسم الله الرحمن الرحیم رحم. شما میگید اشهد ان ولی الله خب بابا اشهد ان ولی الله سلام الله علی جزء عقاید ماست ولی ما بین هم دو سوره نمیگیم چرا چون دستور ندادن اینجا بگیم مگه هر حرفی خوبه میشه همه جای گفت میخوام چی بگم میخوام تبرئه کنم شیخ صدوق و نگید اه شیخ صدوق هم سنی شد بابا سنی نشد شیخ صدوق میگفت از نظر من نباید توی اذان اشهد ان علی ولی الله گفت خب این آقای بزرگواری هم که از مراجع معاصره که نمیگه ایشون هم میگه آقا ما دلیلی نداریم بتونیم در فصول نماز از ذکری اضافه کنیم به ویژه اینکه باید ذکر خدا گفت خب آیا میشه به ایشون گفت منحرفه در عقیده قطعا نمیشه گفت چون مجتهده او به ولایت امیر این معتقده اینی که اینجا میشه گفت یا نمیشه گفت اختلافه خب قرار بود همه مجتهدین بیان از لب و تقلید کنن که مجتهد نمیشدن بیچارا مجتهده دیگه حالا یه بابایی میره حالا نگاه کنید دقت کنید چی میخواستم بگم این همه حرف برای این آیا ممکنه فهم ما از قدما بهتر بشه بله که میشه چون وقتی شیخ صدوق رحمت الله علیه میخواسته این عبارت رو بگه این روایت به ذهنش نرسیده بوده یکی از علمای برجسته معاصر میره پیش همون مرجع تقلید بزرگوار میگه آقا ما روایت داریم میگه اشکال شما چیه که شهادت سال سر در اذان نمیگی البته میدونید به قصد ورود که نمیگن رجاعن میگن آیا میشه مثلا من وقتی دارم میگم الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله اینو حی علی الصلا حی علی آیا میتونم توش بگم ان الموت حق میتونم اعتقاداتمو بگم اینجا خیلی از آقایون میگن بله میتونی اعتقاداتتو بگی ولی نه به عنوان اینکه این جزء نماز اون آقای مرجع تقلید فرموده بود که ببین باید ذکر خدا گفت توجه کردی فصول عقیدت هم میخوای بیان کنی بین از آن باید ذکر خدا بگی شیخ صدوق به مخش نرسیده ولی یه فقیه هفتاد ساله معاصر میگه من گفتم روایت صحیحه داریم ذکر و نام ذکر الله اسم ما اسم خداست یاد ما یاد خداست گفت سندش گفتم راوی فلانی فلانی هست سرچ کنید پیدا میکنید الان من کار ندارم شهادت سر رو به عنوان مثلا غیر ورود حق داریم بگیم یا نگیم راهش چیه؟ راهش اینه که از مرجع تقلیدمون بپرسیم برای چی گفتم اینو؟ آیا ممکنه ما به یه فهم جدید برسیم؟ از همون نصوص گذشته که قدما بهش نرسیده باشن تا دلتون بخواد هست اصلا استصحاب علا قولی که اونایی که قبول دارن در شبهات و حکمی هست از یه روایت زرار است دیگه 500 سال سابقه نداره اونایی که به این معتقدن چی میگن؟ یعنی میگن ما استصحاب چیه؟ وضو داشتی یقین داشتی نمیدونی خوابت برده یا نه الان میخوای نماز بخونی میتونی نماز رو بخونی میتونی بنا رو بر این بذاری که وضو داشتی یقین نداری باطل شده این مثال البته فقهیش بود گاهی مثال در حکم کلیه این مثال فقهیش رو خیلی قبول دارن مثال در حکم کلیش قاعده اصولیه این آقا 500 سال اخیر بابای شیخ بهایی خودش درآورده یعنی با استدلال به یه روایت یه عده قبول ندارن با اونا کار ندارن اونایی که قبول دارن اینا یعنی بدعت کردن نه آقا از یه روایت چیزی فهمیدن و بهش استدلال میکنن که ممکنه قبلی ها متوجه نشده باشن شما به عنوان محقق اگر رفتی استدلال اینا رو خراب کردی جواب دادی نقد کردی خب میپذیرن اگه جواب ندادی این که بگیم قدما نگفتن علامه حلی میگفته که دختر باکره ازن ولی لازم داره حالا تو جمهوری اسلامی قانون آبادن به اسم من نرید آقا مطعه کنید بعد ازن ولی در جمهوری اسلامی چطور قانونه و در قوانین اجتماعی هم ملزمید به قانون اجتماعی عمل کنید علامه حلی قائله اکثریت معاصرین 300 400 سال اخیر اینو برای بالغه رشیده قائل نیستن فرض کنیم ما در غیر از حکومت اسلامی هم بودیم یعنی جایی که قانون واحد نبود چون قاله قانون واحد باید حکم یه نفر باشه دیگه نمیشه که بریم قاضی دادگاه بگم مقلد کی هستی اون کی مقلد کیه بعد قاضی‌ها رو مثلا جابجا کنیم یه قانون واحد خب حکم عوض شد آقا چی شد اصلا اگه قرار بر این بود که همه مجتهدین در طول قرون همه یه خروجی داشته باشن اصلا مریض بودن مگه برن این همه درس بخونن مجتهد بشن ف... کتاب رساله شیخ توسی رو میگرفتن ازشون عمل میکرد اصلا اجتهاد یعنی این یعنی با نصوص معتبره از آیات و روایات و با دلالت روشنی که روش بحث میکنه ممکنه فهم ما با فهم اونا فرق اینی که بگیم معاصرین چطور یه حرفی زدن قدما نگفتن خیلی حرف حیرت انگیزیه این به نظر ما برای اینی که چطور توجه نشده به بعضی از این امور و اگر انصافا ما باشیم و بحثم رو جمع کنم ما باشیم و نصوص فراوان روایات فضائل حالا بحث مفصلش یه, یه جای حوصله باشه باید خیلی دقیق تر از این بحث کرد روایات شو برد بحث سندی کن اگر تیف بندی کنیم اصلا اینطوری نیست که فقط یه تیف خاصی این حرفا رو زده باشن روایات علم ائمه به صورت کلی که خزنه علم خدان خازن علم واقعا میگن این ش... طرف شست هزار میلیارد پول داره کلید گنجش کسی که دسترسی به حساب داره چک پاس کنه فلانیه خازن علم خداست امام بعد بگیم زبان سواحیلی نمیدونه آخه پس چی میدونه این خ... یعنی خ... حالا من درز میکنم اونجایی که میخوایم نسبت قطعی بدیم باید دلیل داشته باشیم یا عمومی یا اختصاصی اما خزنه علم نه اینکه علم چهار تا آدم عادی علم ماها قد ما بلدن یا بلد نیستن یعنی سر این چیزهایی که ماها استعداد باید داشته باشیم مثلا امام خوب بلد نجاری کنه مثلا درا تو لولا جا بندازه یا نه مثلا این خیلی کوچیک دیدنه سلام خدا به امام رضا صلوات الله علیه که در دوره ای که امام رو مردم یه شاه میدیدن حاکم میدیدن فرمون امامت اجل و قدرن اعظم و شعنن اصلا شعنش عظیم تر از اونه که مردم بفهمن چیست جایگاه امامت وقتی در نظر بگیریم مثلا اینا اگر هم یه چیزی رو شک کنیم مالا اموری است که عقل بشر بهش نمیرسه وگرنه نه اینقدر پایین وردن امام با نصوص ما سازگار نیست ارز کردیم با شهادت اعمال با عرضه اعمال روایاتش هم فراوانه یه بحثای دیگه هم هست که من نمیخوام وارد شم فقط الان میگم که تو صد باشه معلوم باشه اینا رو لحاظ کردم که مثلا بحث رجالی کنیم ابن غزاری گفته این ضعیفه اون رو سر جاش بحث مفصل کرد که اینا حسی بوده حدسی بوده چه جوری بوده آیا اون کسی که این راویا رو تضعیف کرده لزوما رفته دروغگویی یا اینا رو دیده بعضی وقتا اینجوریه خیلی وقتا شاید یا نه یه وقتی کتاب وا میگه امام مثلا از پشت در خبر داد میگه اخ, اخ کذاب مفتر دقت کردین اینا باید بحث بشه اما به این ساده انگارانه به شیوه آقای سالی نجف آبادی با یه نگاه خاص شاز رجالی روایات و شخم بزنیم بعد با این بگیم علم غیب ائمه رو فهمیدیم به نظر میادین خیلی فاصله داره یه جمله عرض کنم شما رو به خدا بسپرم روز ولادت امام رضا صلوات الله علیه امام رضا صلوات الله علیه اقا ولادتش چندین و چند قول داره تازه امام رضا که تقریبا ولادتش رو میشه گفت معتبره یا زیزی تقریبا آقا ولادت و وفیات معصومین دقیق روشن نیست که يه. نقلا متعدده به جز موارد مثلا روز آشورا چرا معلوم کم مواردی که معلومه حالا جاهایی هم که خودمون درست کردیم مثل یک زی قد از معصومه که میگه خودمون دوست داشتیم میتونیم درست میکنیم شما میتونید درست کن اونجا زورمون میرسه اما در مورد امام رضا صلی الله میشه گفت که روز ولادت امام رضا میتونه 11 زی باشه در مجموع یه نکته عرض کنم و شما رو به خدا بسپرم من مدتیه که به این روی این موضوع دارم فکر میکنم که در بین همه امامان ما برای امام رضا و امام زمان شباهات خاصی قائلن از یعنی همه ائمه ما مشکل گشان ولی امام صادق ما رو به امام رضا حواله کرد همونجوری که خوندیم یه وقت خطبه 150 رو که فرمود اگر تو دوره غیبت گرفتارید به امام زمان مراجعه کنید مشکل گشاز امام صادق بشارت به شما میدم کسی خواهد آمد که مشکل گشاست امام رضا صلوات الله علیه به ما توجه داره یه وقت یه کسی بود تو... نمیخوام اسم ببرم توی روستای اطراف تهران و از مالی خوبی داشت زمستون ها که کار نبود این کاسبی داشت خب آقا دیدی میرن سر چهارا چهار تا کارگر میبرن سر کار معلومه شبم هم روزموز حقوقشو میدن اما اگر یه نفر نیان سر چهارا بردارن این چه کار میتونه بکنه تو اون شهر این اتفاق میفتاد این میومد شروع میکنه با بقیه کارگرها تو اون ساخت موسازی به کار کردن شب امید داشت که وقتی سابکار میاد سابکار این هم جزو کارگراش حساب کنه یا امام رضا ما امید داریم خودمون رو بستیم به شما میدونیم منتخب شما نیستیم میدونیم شما ما رو انتخاب نکردی امثال منم اصلا لیاقت نداریم که مورد انتخاب امام رضا باشیم ولی هر کس هر شغلی داره هر کاری داره میتونه نیت کنه به عشق امام رضا کار کنه معلم بگه به محبان امام رضا جوری درس بدم آقا کارگری ما رو قبول کنه صابکار خوبی امام رضا من از خودم چیزایی خودم دیدم که جایز نمیدونم بیان کنم و اینم نه به این که من کسی هم که قطعا نیستم همون جور که در ازن دخولش میگیم ف این لم اکن اهلا لذالک من اهل نیستم ولی انت اهلون لزالک من اهل این که به من اکرام کنی نیستم ولی تو کریمی لذا هر کسی کار خودش رو میتونه با امام رضا قرارداد کنه بگه آقا ما یه طرفه خودمون رو جز کارگرات حساب کردیم آخر عمرمون که میشه میشه آخر روز دنیا دستمون به سمت دراز دوست داری ما رو جز خادمان حساب کنیم یه عالم بزرگواری که از رفقای آقای بهجت بود من به طریق معتبر اینو شنیدم اومده بود پیش آقای بهجت گفته بود من تو رو حلالت نمیکنم و آقای بهجت هم بنده خدا خیلی محتاط بود اصلا لرزیده بود گفته بود ما این همه با هم طلبه شدیم با هم درس میخوندیم تو میدیدی من دست و پا می زنم آدم شم حالا آدم برجسته هم هست آدم مهمیه نویسنده بزرگیه مرد سالکیه مرد خداست فقیه بود ولی خب آقای بهجت دیده گفته بود ما با هم رفیق بودیم تو میدیدی من دست و پا میزنم آدم شم تو راه فهمیدی ارتباط گرفتی رفتی چرا منو خبر نکردی من از تو نمیگذرم تو که دیدی من سیدم بودم من اولاد حضرت زهرا بودم تو که میدیدی من دوست دارم پیشرفت کنم تو چرا به من نگفتی من از تو نمیگذرم امروز خونت مهمونم ازت راضی نیستم ایشون فرموده بود که حالا که این حرف زدی تو به یه شرط ازت میگذرم که یه چیزی که تو 90 سال عمرت بهش رسیدی و به من بگی یه چیزی که حاصل ارتباطاتت با اهل رو به من بگی ایشون گفته او چون این حرف زدی من یکیشو بهت میگم خدا میدونه این چه قیمتی داره و از دهن من بزرگتره تو یکی از اون چیزهایی که من بهش رسیدم نیکه که امام رضا سلام الله علیه رعوفه <applause> امکان نداره کسی به او رجوع کنه و دست خالی برگرده. من میخوام تا شما رو به فیض میخوان برسونن ای میاد که این لحظات به امام رضا توسل نکنیم خودمون رو عرضه کنیم من دو تا جمله توسل میکنم تا شما رو به فیض برسونن انشالله یا علی ابن موسی أبا الحسن أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه سيدنا ومولانا إن توجهنا استشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا